سلام تماشا بینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 نویبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. این چه مسلمانی است؟ لتکوب بیرامانه یک زن از سوی شوهرش در دنغره. یتیم و توشیف در دوشنبه باز یک پروتکل امضا کردند. کامران چه طور از ایسار تا مسجد شوچراغ شیروز رفت؟ ابلغ تمام می شود، نقشه دعوت تیرموی علکی 84% اجرا شده است. پوتین به همسر رمضان قادیروف عنوان قهرمان مادر داد. از 16 تا 18 نویبر در قطارگاه‌های ایسار فروریزی ترمه ها پیش بینی می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. یک ساکن 31 ساله نویه دنغره را با اتهام لتکوب بی‌رحمانه همسر 27 سالش بازداشت کردند. مادر 4 فرزند او 3 روز باز در حالت کاما قرار دارد. بنا به اطلاع منابع آگاه پایگاه خبری بامداد، شمس‌الدین رحمانوف سال تولدش 1991 ساکن کوچه گیدراستریت لهوی شارک دنغره بیگاه 12 نویبر سال 2022 در حالت مستی با همسرش منیجه دوستی و سال تولدش 1995 مناقشه کرده، در جریان جنجال اویلوی همسرش رو زیر بارون مشت و لغت گرفته است. گفته می شود که شمس‌الدین رحمانوف بعد از مشت و شتوای او به زمین افتادن و اسوش رفتن همسرش هم آرام نگرفته، باز بکنده چند ضربه دیگر به سر زن بیچاره زده است. سبب مناقشه بین زن و شوهر معلوم نیست، ولی به گفته همسایه ها احتمال دارد که بدمستی شمس‌الدین رحمانوف سبب جنجال شده باشد. به گفته همسایه ها شمس‌الدین رحمانوف در کان طلا در دره رومیت کار میکرد و درآمد خوب داشت، ولی بسیار مینوشید. در پی آن حادثه منیجه دوستی و را در حالت وزدین به بیمارستان مرکزی نویه دنغره آوردند و طبیبان اینک چند روز باز برای نجات جان این جوانزن مادر 4 فرزند از چنگال مرگ مبارزه میبرند. به گفته طبیبان در نتیجه لتکوب بی‌رحمانه شوهر چندین دندان و دست و پایهای منیجه دوستی و شکسته است و از نویه سرش نیز زخمای چنان سخت برداشته است که به گفته یک طبیب از گردن بالا این زن مثل یک مچلکه شده است. منیجه دوستی و امان بیگاه 12 نویبر در حالت کاما یعنی بیهوشی قرار دارد و طبیبان وضع او را همچنان خیلی وزنین ارزیابی میکنند. شمس‌الدین رحمانوف را همان بیگاه بعد لتکوب همسرش کارمندان میلیسه نویه دنغره با خود بردند. هنوز معلوم نیست که آیا به ضد او پرونده جنایتی کشودند یا نه، و اگر کشوده باشند بر اساس کدام ماده کدش جنایتی. ماده 110 کدش جنایتی تاجیکستان برای قصد رسانیدن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی همچون جزا از 5 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. ماده 117 برای عذاب و عقوبت از جمله عذاب و عقوبت شخصانی از لحاظ مادی از نفر گناهگار وابسته از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. وقتهای آخر در تاجیکستان خبرها درباره لتکوب و حتی کشتن آدمان نزدیک به ویژه لتکوب و کشتار همسران از سوی شوهران زیاد به گوش میرسد. بسیاری ها این را از عاقبتهای عقیده های در جامعه تاجیکستان حاکم و خیلی ریشه دواندن مردسالاری میشمارند که به زنان و دختران حقوق چندانی را قائل نمی نمایند و آنها را یک عمر در موقع مطع و فرمانبرداری مردان خانواده نگاه می دارند. روز 14 نویبر سال 2022 در شهر دوشنبه تحت رهبری رئیسان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان سیمومین یتیم و قمچیبک توشیف جلسه نوبتی مشترک آیت های حکومتی آید به تعیین و علامت گذاری سرحد دولتی این دو کشور برگزار شد. در خبر رسمی بدون ارائه جزئیات گفته می شود که از نتیجه نشست پروتکل دخلدار به امضا رسانیده شد. جانب ها به موافقه آمدند که جلسه نوبتی کمیسیه مذکور در حدود جمهوری قرغیزستان دایر کرده شود. در اطلاع رسمی همچنین گفته شده است که ملاقات در فضای دوستی و حسن تفاهم جرایان گرفت. تفصیلات دیگر مذاکرات در دوشنبه صورت گرفته دسترس نیست. جانب قرغیزستان نیز درباره نتیجه های نشست دوشنبه جزئیات از این بیشتر نداده است. خود توشیف هم که معمولا بعد چنین نشست ها با خبرنگاران صحبت میکند، هنوز درباره سفرش به دوشنبه چیزی نگفته است. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی، از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش
همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرغزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و روح مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث علاقات مردم از دو طرف می‌شوند. در سال 2021 و 2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته و بیش از 700 نفر اثر دو جانب زخمی شدند. از جمله در مناقشه خونین روزهای 14 و 2 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرغزستان از دو طرف بیش از 140 نفر کشته و نزدیک 450 نفر زخمی شدند. هر دو طرف در آغاز مناقشه ماه سپتامبر یک دیگر را عیب دار می کنند. کامران صبحان جوان 23 ساله تاجیک که در حمله به مسجد شیعیان در شهر شیراز ایران عیب دار می شود، قبلا در مهاجرت مهنتی در روسیه بوده است. تا حال روشن نیست که او طریق کدام خسر یا کشور از روسیه به خاک ایران وارد شده است. مقامات ایران گفتند او در حمله روز 26 اکتبر امسال به مسجد در شیراز دست داشت و پس از زخمی شدن در بیمارستان جان داد. در این حمله 15 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. از بس که مقامات تاجیکستان از دادن همه گونه معلومات درباره کامران صبحان خودداری کردند، خبرنگاران رادیو آزادی تن و پس از چند روز جستجو خانه او را پیدا و درباره شخصیت او بعضی جزئیات را معلوم نمودند. روز 14 نوامبر خانواده‌اش در کوچه رومی شهر حصار نخواستند درباره کامران صحبت کنند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، کامران 3 سال پیش از تاجیکستان به شهر مسکو روسیه به مهاجرت مهنتی رفته است. او پس از ختم مکتب میانه عمگی یک سال در دانشکده صاحبکاری و خدمت تاجیکستان خوانده است و تحصیل را در این دانشکده به آخر نرسانیده است. کامران صبحان تا نیم های ماه آگوست سال جاری با پیوندانش تماس داشته است. از بس که پدر و مادر و اهل خاندانش از صحبت خودداری نمودند، گفتند دشوار است که ماه آخر او از کدام عقیده ها پیروی میکرد، ولی در مکتب میانه که او تحصیل کرده است از کامران یک جوان آرام طبیعت یاد میکنند. زهرا ارباب و آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ایسان روز 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند صبحان بابه های میانه میخوند، اما آداب و اخلاق خوب داشت، به کسی کار نداشت. بعد از ختم مکتب نیز ما بعضا در کوچه و خیابان ها وا میخوردیم، با آداب انسانی سلام و علیک کرده میگذشت. یگان کار غیر شرعی و غیر انسانی را از طرف او ندیده بودم. بچه با آداب بود، هنگام تحصیل به کسی ضررش نمیرسید. افزود زورو ارباب و این صحبت ها تقریبا همیشه وقتی کسی به چنین حمله و عیبدار میشود صدا میگن. احتمال میرود مقامات تاجیکستان درباره کامران صبحان معلومات بیشتر دین. حادثه عمله به مسجد شیعیان در شهر شیراز ایران روز 26 اکتبر امسال روی داد. بدو به خبر رسانه های ایرانی، کامران امروی چند نفر از آذربایجان و افغانستان به عبادتگاه در شهر شیراز عمله کردند و در نتیجه 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند. رسانه های ایرانی عکس شناسنامه کامران صبحان را نشر کرده، با تکیه به مقامات این کشور او را عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان را هماهنگ کننده حمله دانستند. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشته است که در رابطه به حمله در عموم 26 گمانبر بازداشت شدند و احتمال آنها به گروه های افراطی ارتباط داشتند و همه آنها شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. مسئولیت حمله را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفت. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. نقشه دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان علکی 84% اجرا شده است. در این باره روز 15 نوامبر سال 2022 خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آخرین آمار وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع وزارت مدافع، شهر و نویه های ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز در روز اول دعوت تیرماهی 1 اکتبر از اجرای نقشه حساب دادند. تا امروز در سراسر جمهوری تقریبا 30 شهر و نویه ها نقشه دعوت به خدمت حربی را پر را اجرا کردند. همین طور در شهر و نویه های تابع جمهوری اجرای نقشه علکه 94%، در ولایت ختلان 81%، در ولایت سوخت 72% را تشکیل داده است. لازم به ذکر است که در مقایسه با دفعه های قبلی در جریان این دعوت تیرماهی شکایت جدی از ابلاغ و یعنی زورند با
در کوچه و بازارها داشتن و برتش بردن جوانان سن و سال دعوتی تقریبا به گوش نمی رسند. دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان در سال دو مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرمو از 1 اکتبر تا 3 نوامبر دوام می کند. به خدمت حربی شهروندان از 18 تا 27 ساله دعوت کرده می شوند. خدمت حربی حتمی در تاجیکستان دو ساله است. برخی طایفه های شهروندان از جمله مریضان و مایوبان، یتیمان کل، یک پسرها و دانشجویان مکتب های اولی از مسئولیت ادای خدمت حربی پورا یا موقتا آزاد کرده می شوند. دوستان کل تاجیکستان اخیرا خبر داد که شماره شهروندان که از خدمت حربی سرکشی می کنند سال تا سال کم شده، صف شهروندان که خواهش اختیاری به خدمت حربی رفتن دارند برعکس تو رفت زیاد می شود. به اجتناع این دورتن و در ماه اول دعوت تیرماهی کنونی فرزندان 124 منصبدار دولتی به خدمت حربی رفتند. این در حال است که در گذشته فرزندان منصبداران تاجیک با استفاده از نفوذ والدانش به هر راهی از خدمت ارتش خود را خلاص می کردند و به این دلیل ارتش تاجیکستان را ارتش کمبغلان و ارتش دیقون نیز نام می بردند. قبل از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش، وزیر مدافع تاجیکستان جنرال شیرعلی میرزا از کمیسرهای حربی شر و نویه ها طلب کرده بود که پیش از همه فرزندان منصبداران دولتی را به ارتش سفر برکنند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان امرو با شکایت ها از ابلا و یا ایوتکیری جریان می گیرد. ابلا و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسرات های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارو دستگیر کرده به خدمت می فرستند. در بسیار موارد خیش و تبار جوانان ابلا و شده تن و بعد چند روز خبر می یابند که نزدیکان گم شده شون را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که با این تجربه ابلا و که ابروی دولت را می رزوند نقطه گذارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 14 نوامبر سال 2022 برای اولین بار در تاریخ روسیه پس از شوروی دو زن از جمله همسر 44 ساله رهبر چچنستان رمضان قادیروف مدنی قادیروف را با عنوان قهرمان مادر سرفراز گردانید. با فرمان پوتین در برابر مدنی قادیروف و اولگا تختیارنکا نام زن از افزای یمال و نینیتس هم که مادر 10 فرزند بوده است سزاوار عنوان قهرمان مادر شد. در این فرمان پوتین اینچنین آمده است که این دو زن برای خدمت های شایسته در تحکیم اویله و تربیه فرزندان شایسته عنوان قهرمان مادر میگردند. در برابر عنوان قهرمان مادر به این نفران مبلغ 1 میلیون روبل روسی نیز هدیه کرده می شود. اردن قهرمان مادر شکل ستاره داشته از طلا و الماس ساخته شده است. مدنی قادیروف سال 1976 به دنیا آمده، سال 1996 در سن 18 با رمضان قادیروف که از او 2 سال بزرگتر است ازدواج کرده است. او صاحب 12 فرزند مشترک با رمضان قادیروف است. همگی فرزندان این جفت به 14 نفر میرسند. آنها باز 2 کودک را به فرزندی گرفتند. رمضان قادیروف و مدنی قادیروف 4 پسر هم دارند. ماه اکتبر سال جاری رهبر چچنستان اعلام کرد که 3 فرزند نابالغش را به جنگ اوکراین فرستاده است. قادیروف ادعا کرد که فرزندانش از خردی تربیه خوب جنگی گرفتند. او حتی ویدیوی را نشر کرد که در آن 3 پسرش به گفته رمضان قادیروف در خط پیش جبهه جنگ با نیروهای اوکراین ثبت شدند. مدنی قادیروف همچون طراح لباس کار میکند. سال 2009 در پایتخت چچنستان شهر گروزنی او خانه مود لباس های مسلمانی را کشوده بود، ولی بعدن این تجارتش را به دخترش داد. رمضان قادیروف سال 1976 به دنیا آمده. ماه فوریه سال 2007 وقتی که همگی 30 سال داشت به رهبری چچنستان رسید. او یکی از طرفداران سرسخت پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین دانسته می شود. حامیان حقوق رمضان قادیروف و اطرافیان او را به نقض دوامدار حقوق انسان، شکنجه چچن های ناراضی از حکمرانی او و حتی قتل های خودسرانه عیبدار می کنند. شماره اهالی سیاره زمین به 8 میلیارد نفر رسید. این خوشخبر را روز 15 نوامبر سال 2022 خدمات مطبوعات سازمان ملل متحد بر اساس امور این سازمان نشر کرد. سازمان ملل هنوز روز 11 ایول در روز جهانی اهالی با نشر گزارش دورنمای اهالی جهان 2022 اعلام کرده بود که انسانیت در آستانه فتح قله 8 میلیارد قرار دارد و ساکن 8 میلیاردم سیاره دقیقاً
روزهای 15 نوامبر سال 2022 به دنیا خواهد آمد. افزایش قابل ملاحظه شماره اهالی دنیا را به عوامل‌های چون رشد سوهای تب، پیشرفت‌های به دست آمده در مسائل بهداشتی و دسترسی به آب آشامیدنی و فراگیری امزنی از بیماری‌های مختلف ربط می‌دهند. در 200 سال آخر شماره اهالی زمین 8 مرتبه افزایش یافته است. در اول عصر 20 در سیاره مگه 1.5 میلیارد نفر زندگی می‌کرد. در ابتدای عصر 21 شماره اهالی دنیا به 6 میلیارد و در سال 2011 به 7 میلیارد نفر رسید. به انسانیت همگی 11 سال لازم شد تا شماره خود را باز به 1 میلیارد نفر دیگر افزایش دهد و خانه 8 میلیارد را هم فتح کند. بر اساس حساب و کتاب سازمان ملل شماره اهالی زمین تا سال 2030 به 8.5 میلیارد، تا سال 2037 به 9 میلیارد، تا سال 2050 به 9.5 میلیارد و سال 2058 به 10 میلیارد میرسد. دو مکان اساسی زندگی آدمان خطای و هندوستان به شمار میروند. در این دو کشور قریب 3 میلیارد نفر یا 36% اهالی تمام دنیا به سر میبرند. طبق پیشبینی ها هندوستان علاقه سال 2023 از لحاظ شماره اهالی از خطای میگذرد و به کشور اصلا پر اهالی دنیا تبدیل مییابد. در مسابقه با این دو خطای 10 میلیون اهالی تاجیکستان چندان زیاد به نظر نمیرسد، ولی تاجیکستان نیز در شماره کشورهایی است که شماره اهالیشان با سرعت میافزاید. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی یعنی از سال 1991 به این طرف شماره اهالی تاجیکستان قریب 2 مرتبه افزایش یافت و سال 2022 به 10 میلیون نفر رسید. کمیته اولادهای فوق‌العاده تاجیکستان به سهم ساکنان و مهمانان کشور میرساند که طبق پیشبینی روانشناسان از 17 تا 18 نوامبر سال 2022 در قسمت جنوب قطارکوههای ایسور فرامدن ترمه‌ها پیش بینی کرده می شود. این آفت‌های طبیعی می تواند رفوه نقلیات را در راه‌های این منطقه از جمله در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق گرفتار مشکل ات کند. در رابطه به این کمیته اولادهای فوق‌العاده از همه خواسته است که در این روزها سفرهای بدون ضرورت عاجلشان با راه‌های کوهستان را حد الامکان محدود کرده از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، جمع‌آوری هیزم و شکار در مناطق کوهستان خودداری کنند. از ساکنان همچنین خواسته می شود که ضمن استفاده تجهیزات گرم دهنده و بخاری ها معیارهای بخطری ضد سوختها را قطعیاً رعایت کنند. کمیته گفت برای تامین امنیت رانندگان در راههای زمستانه و رسانیدن کمک عاجل در حالت‌های فوق‌العاده در چند قطعه شهرهای دوشنبه عینی خوجند از حساب نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده بازگاه‌های سیار تشکیل کرده شدند. بر علاوه راه‌های دیگر کوهستان تاجیکستان از جانب کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده یکجای با نمایندگان وزارت نقلیات و کارهای داخلی دیدبانی کرده می‌شوند. کمیته گفت این چاره‌ها در دوره‌های به علت سردی و برف ریزی بالا رفتن خطر پیش آمدن حالت‌های فوق‌العاده در راه‌ها اندیشیده می‌شوند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه رودکی با عریضه مرد 40 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نمود است که 22 سپتامبر سال 2022 مرد 36 ساله ساکن شهر تورسونزاده بارای فریب به باوریش در آمده از او افتماشین بارکش کلان تمغه سکانیا را با پریسپ که ارزشش 170 هزار سومانی را تشکیل میدید نرخ‌گذاری نموده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. همزمان گمان برشده بارای فریب و سوء استفاده باوری به اعتماد مرد 59 ساله ساکن نوحه رودکی در آمده از او افتماشین تمغه بارکش کماز را به مبلغ 75 هزار سومانی نرخ‌گذاری نموده افتماشین مذکور را در شهر تورسونزاده همچون اوهمپوره فروخته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی خود صرف نموده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نوحه فردوسی با عریضه جوان 24 ساله ساکن نوحه رشت مراجعت نموده است که 4 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 9:33 دقیقه جوان 21 ساله ساکن پایتخت با طریق زورآوری از جیب شیمش 2700 سومونی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی نوحه دوستی با عریضه مرد 40 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 12 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 21:09 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا
39600 سامانی را دزدیده از جای اودیسا غیب شدند. هنگام گذرانیدن چهاربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 31 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید و این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبر بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bamdad.com خوش باشید.